سلام، نوربخش هستم و این دفعه وبسایت هایی رو میخوام معرفی بکنم که اطلاعات بسیار زیادی در مورد عکاسی، فیلمسازی، تجهیزات و تکنولوژی جدید فیلمسازی توی اونها وجود داره. من از اونها استفاده های زیادی میکنم و امیدوارم مورد استفاده شما قرار بگیره. اولین اونها nofilmschool.com هستش که از یه وبلاگ شروع کرد و الان یه سایت بسیار بزرگ هست با دیتاهای خیلی زیاد. وقتی که داخلش برید دیتاهای مختلف رو، پست‌های مختلف رو از یوتیوب، ویمئو، جاهای مختلف جمع‌آوری میکنه و اونها رو هر دفعه میذاره. خودشون هم گهگداری گزارش‌هایی رو از جاهای مختلف میگیرن، مثل NAB اگر نمایشگاهی باشه در حد گزارش تهیه میکنن. اما وبسایت دیگه‌ای که بازم خیلی وقتا بهش سر میزنم، وبسایتی هست به اسم DP Review، مخفف دیجیتال فوتوگرافی ریویو. داخل اون هم شما میتونید مجموعه ای از بررسی های محصولات جدید، نقد ها، مطالبی که در مورد عکس ها هست، حتی در مورد گوشی های مختلف، آنچه که مربوط به عکاسی و فیلم برداری میشه توی اون هست. وبسایت بعدی وبسایتی هست به اسم newsshooter.com. اول یک وبلاگ بود که الان یه وبسایت خیلی پرپیمون شده. جالبه نیوز شوتر اینه که خودشون گزارشگر دارن، وقتی نمایشگاه‌های مختلفی باشه یا ایونت‌هایی باشه گزارشگر خودشون رو به اونجا میفرستن و گزارش‌های اختصاصی خودشون رو تهیه میکنن. اما وبسایت بعدی هم چیزی شبیه این هاست به اسم پتاپیکسل. پتاپیکسل هم شبیه اینها عمل میکنه و تفاوت پتاپیکسل این هستش که مطالب آموزشی بیشتری توی پتاپیکسل میتونید پیدا بکنید. اما وبسایت بعدی profoto.com که تولید کننده فلش های پروفوتو هست، فلش های بسیار با کیفیت و سطح بالایی تولید میکنه. اما در وبسایتشون بخش هایی هستش درباره عکاسانی هستش که از محصول اونها استفاده کردن. به این ترتیب تو بخش اینسپایریشن شما میتونید در حقیقت عکس های مختلف شیوه گرفته شدن اونها رو از زبان خود عکاس بشنوید. اونها اغلب در مورد اینکه چگونه عکسی رو گرفتن، ستاپی که گذاشتن، ابزاری که استفاده کردن برای اینکه اون عکس رو بگیرن توضیح میدن و خلاصه دانش خیلی زیادی اونجاست. وبسایت دیگه ای که همانند پروفوتو اونها هم تولید کننده فلش هستن به اسم براون کالر، در درون اون هم قسمتی داره به اسم هاو تو که شما میتونید مطالب زیادی در مورد چگونگی گرفته شدن یک عکس یا یک موضوع، بعضی وقتا به صورت فیلم، بعضی وقتا به صورت یک مقاله و دیاگرام پیدا بکنید. اما سایت دیگه‌ای که مطالب خیلی جالبی داره zakuto.com هست. Zakuto در حقیقت ابزار و تجهیزات جانبی دوربین تولید میکنه. در بخشی از سایت اونها به اسم وب سریز تولیدات محتوای تصویری اونها هستش که یکی از معروفترین اونها مقایسه دوربین به اسم Great Camera Shootout برای 3 سال متوالی 2010، 11 و 12 که تقریبا 9 ساعت فیلمه و اطلاعات خیلی زیادی در مورد انواع دوربین ها، ستینگشون، مقایسه اونها و حساسیت های یک مدیر فیلم برداری توش داره. به همین ترتیب یک فیلمی که چند ماه پیش ارائه کردن به اسم اینکه چگونه به عنوان فیلم ساز بتونیم درآمد داشته باشیم رو ریلیز کردن و همینطور یک مقایسه جدید که بین کنون C200 و پاناسونیک EVA1 هست و قرار هستش که حتی به صورت لایو این کار رو انجام بدن مدیران فیلم برداری و کسایی که در این تست شرکت میکنن در جاهای مختلف دنیا. من از این سایت ها خیلی استفاده کردم، امیدوارم برای شما هم مورد استفاده قرار بگیره و موفق باشید.